زیبا جان، ما مرتب داریم فیلمای تو رو میبینیم. باور کن این کلی از تو فیلم گرفته زربارو. بعد هر دفعه ما میایم اینجا یکی از فیلمای تو رو میذاره. گفتم بابا تو باور کن زیبا، شدی ستاره اول سینمای زربانو. بابا باور نمی کنی شدی ستاره اول سینمای زربانو، یعنی ما هر جا رو میپیچونیم تو هستی اونجا. گفتم بابا این آخه تو داری خیلی روش کار میکنه. گفت بابا تو نمیدونی زیبا منحصر به فرده، منحصر به فرد، یعنی در جهان امروز یه زیبا بیشتر نیست. اینه که برای ما خیلی جالب بود. بعد من بهش گفتم حالا که تو این زحمات میکشی یه جوری باید یه پیوند منطقی بین این صحنه ایجاد بکنیم. بعد یه روز که وقت داشتم بیایم اینجا صحنه رو یه جوری کنار هم مونتاژ بکنیم و بعد یه چیز چکیده خوبی داشته باشیم و اینا، یه ساعت دو ساعت که این رو به عنوان نمونه فعلا داشته باشیم. ولی من یه سوال کنم. من جمشید نیستم. من جمشید نیستم. منو. با منو هم آره باری کرده. حالا شد. من یه چیزی سوال کنم. این من که رنسپورت بودم. خب. ما خواستیم یه مسافرات که زیاد به هدیه بدیم. آها. یه مسافرات که بتونه بره بشو ببینه. خب چه بهتر؟ چقدر خوب. ما خوب. یه مسافرات دو نفره هم هست. خوب. چون یه مسافرات دو نفره هم برنده شده. خوب. چیز زن اوبه. آها. من با خودم فکر کردم که برای زیاد آها. خاطر این که شاید با یه نفر بره براش هم بهتر هست. آها. از نظری که دلشاف هم خوب. حالا نقشت چیه؟ این میخوام که دو نفره رو به زیاد هدیه. یعنی چی؟ یعنی چیکار کنیم؟ بدم که یه نفرم انتخاب کنم مثلا یا کسی که برگاه والا من اگه جای تو باشم یه آناهیتا انتخاب میکنم. چی؟ آناهیتا باز من با اون معلومه اون لاب و مسافرت رو باید با یه آناهیتا رفت، با یه زوج رفت. نه با چه؟ آرمان میه. آرمان ها؟ دوستشو ببینه. آخسو. پس اگر دوستشو بخواد ببینه بهتر من نرم. خب میدونی که منظورم چیه؟ اگر صدای منو میشنوه چون میشنوه قشنگ میشنوه. خودش که میگه آرمان، میگه من با پسرم میخوام برم. خب اگر میخواد با آرمان بره خیلی بهتره، بخاطر آره؟ این رایده آره. باید کسی که باش دوچ بلد باشه خیلی خوب. خب باش باشی دیگه با آرمان بره. آره. من میخوام فقط اوکیش رو بدونم باشه. برای که یه همچین رایزه با یه همچین کسی که دو نفر با هم آره. بتونم برن. خوب. از تمام مسافراتی که 400 اویرو برای یه هر نفر بوده خوب. فقط نفری باید 69 اویرو کنه. وای با چقدر عالی. 69 اویرو اینو به خاطر اینکه زن اووه بهش بنوان گشنگ اینو دادن. آه. با شما 4 ساله که دوست بهم دارم چیه ما هستید ما باشه. تو خودت چرا با اووه نمیری؟ من به خاطر اینکه به اووه گفتم که اووه ما مسافرات های مختلف دیگه که با مثلا خودمون بریم خب از اینا زیاد داریم. باش من همچین امکاناتی برای کسی که ما پارسال این همین اول اینکه ایتالیا رفتیم، اسپانیا رفتیم، سلوواکیه رفتیم. خب بعد گفتم خب بذار این امکانات کسایی که ندارم بره. پس یه همچین امکانی اگر بود به من بده من با دوست دخترم میرم. من ترجیح میدم به جای زیا با دوست دخترم برم، چون زیا بالاخره دوست ما هست. که اگر آها. اگر چی؟ زیا بس میخواد بگه من این چیزو بیاد از من بگیره باشه، اینو من بهش حتما میگم. ولی در هر حال خواستم اینو بهت بگم که تو داری نقش اصلی رو بازی میکنه، خودتو آماده کن برای فیلم برداری نهایی. یعنی الان بهت میگم فیلم برداری نهایی چیه. یه روز باید 4 تا دوست تو با اون 7-8 تا دوستای 4 تا هفت زاخت رو دوستای اصلی رو با اون 7-8 تا دوستای غیر اصلی گوش کن. من دارم کارگردانی پشت صحنه ادامه میدم، همه رو جمع میکنی اونجا. خب ما میایی نه دیگه نشد. ببین عزیز من، تو باید با ما همکاری بکنی. یه روز اینا رو یه جوری به یه بهانه مثلا بگو مهمونی جشنی جمع کن، بعد منو گروه فیلم برداری یهو میرسیم، بعد اون صحنه رو میگیریم. اون صحنه نهایی فیلم ماست. چون ما همش این تعریف کردیم که آره زیبا 4 تا دوست اصلی داره، 30-40 تا دوست فرعی داره، فلان و بیزار ایناست. ها
حالا میخواییم اینو تو که اصلا زدی رو دست باریکلا. در هر حال اینو ما در یک فیلم اصلی یه هم گروف بدری وارد میشن میگیرن اونو دیگه میذاریم پایان فیلم به عنوان فینال، اونو میذاریم فینال فیلم که فینال تکمیل بشه. این کارگردانیش اینا ما یه زمینه چینی کردیم، ما یه مقدمه قبلا میگیریم چند تا صحنه‌های مختلف تا یهو مثل فیلمای مستند دیگه دیدی که بعد یهو میرسیم بوتر. فقط ما رو باید در جریان بذاری کی و چه تاریخی. ما هم یه گروه فیلم برداری داریم، من کارگردانم، گروه فیلم برداری. من که شما اول یه برنامه خب. بذارید خب بیایید چیز رنسبورگ. اوکی همین یک دو نفر اسد هم بیاریم. اسد رو زروانو و میگن من به اسد هم میگم اگه دوست داشت، اگر دوست داشت بیا. آره یواش یواش من تعداد رو زیاد. آها آفرین. الان این دفعه با خودم کار داشتم، علی رو یه بیاره جمشیدم با نیومده خب. بعدا وقتی دیدم اون به گفتش که نه بس تو فیلم میخوای یه کار دیگه کنیم؟ یه مهمونی بنازیم خونه زیا، همه اینجا جمع شن که مشکلی نباشه، به یه بهانه‌ای، به یه چیزی میدیریم جشن تولد زروانو اینجا، بعد همه میان اینجا، اینجا بهتره که اینا یهو جمع بشن اینجا همه، اینجوری بهتره. خب باشه، پس ما قبلش یه بار میایم دوتایی اونجا آره. یه سری فیلم برداری میکنیم با هم هستیم، بعد یه روزم یه جشن کلی ترتیب میدیم. 22 دوازده است گبرستاگه. گبرستاگه این 22 دوازده است، یعنی دسامبره. ما برای 22 دسامبر اینجا توی خونه زیا به عنوان گبرستاگ بهترین فرصته. ما میتونیم تمام گروه زیبا رو جمع کنیم با یه گروه هنری، گروه آناهیتا هم که خود به خود میان که تشکیل شده از به اصطلاح خود زروانو، حسین، اسد و من. ما هم گروه آناهیتاییم، ما که تولد اینه دیگه، ما کاری نداریم که، ما خود به خود باید بیاریم تولد زروانو. ما هم میاییم آره، اینه که تو اون جمع بهترین فرصته که بتونیم اون فیلم اون شاهکار زیا رو به اتمام برسونیم. اوکی باشه. اسد من براتون گیتار میزنم، یه گفتگو خیلی کوتاه با اسد هم بکن، فقط سلام علیکم نکن اسد بگ... بیا اسد الو اسد 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 بیا سلام علیکم بای زیبا اسد بیا اسد چرا اسد فراری از اینا زیبا؟ میگه اصلا رفته زیر میز قایم شد وقتی اسم تو شنید. ببینم تو به اصلا چی گفتی؟ گفتی کلید زندگی دست منه؟ این از اون روز که تو این حرف رو زدی کلید زندگی دست منه همش میره قایم میشه اسم تو رو میشنبه. گفتی بیا اینجا کلید زندگی دست ماست. کلید زندگی منظورت این چی بوده؟ این درست مثل که برای شما نیفتست رو تمام ایجاد کرده. این که گفتی یادت رو گفتی کلید زندگیت اینجاست، بهش گفتی اسد بچه بازی در نیار بیا بازی با فقط صحبت کن. نه نه میخوام بینم آخه علت این کارش چیه که رفته قایم شده. آره خب منم همینه میگم انسان ها باید با هم گفتگو بکنن، سوء تفاهم هاشون ایجاد نکنن. گفتگو کردن و کمیونیکاسیون خیلی مسائل رو حل میکنه، وگرنه اینجوری قایم شدن و نمیدونم مخفی شدن و حرف نزدن چیزی رو حل نمی کنه. اصلا فقط یک شما از این کارش من بارشی تو باید درست نیست. بیا بگی بیا باش تو باید کن خواهش میکنم. آره سوال با زیبا اینجا تو بیاری کنم. آره بلاخره محفظی بشین چی با بگم بشین با بشین با شاهه میکنم. ببین زیبا خانم این از خود منوچهر و از خود منوچهر و چی اسمش زیا. من همیشه هر بار نه الان در فیلم ها صحبت ها
اینقدر که من در زندگی با آدمهاش آشنا بودم گفتم نظیر زیبا من باور کن ندیدم. آره ناخود کنم چه گفتم گفتم یعنی زن این آدم پیش این یعنی آزادترین چیزی لحظه بزنم داره. آره الان هیچ گونه سانسور دیگه نیست، دیگه هم آزاد یعنی همه چیز آدم میتونه راحت اونجا پایین مطمئن. آره اینو من همیشه یعنی از ته قلب نه اینکه مثلا من از شما این چیز برداشت کردم. آره اون وقت حتی اتفاهم جمشید چیز بودی نه من با جمشید هم اتفاهم صحبت کردم وقتم اینا صحبت ها چیز میکنی نه بنا یه موقع چیز نباشه زیبا خانمی تعریف میکنه اون وقت زنی هست که خانمی هست که تمام چیزا دستش هست آدم ساده نباست باشه. آره آمد میخواه برای خودش رو میدونی زیاد بود باید چیز بدم خب بیدار کن یعنی بکنم که آدمی که آدم که سطحی باشه این نخونه هم زیاد سریع زیبا سریع دزد سریع میگیم. ببین خیلی دیدی من هم همینو گفتم منو محکوم نکن بخاطر نه زیبا خانم باور کن زیبا خانم من نه نه آره ببین این یه مرد باشه زیبا خانم من اصلا باور کن آره اینا آره زیبا ما اینو بدون که زیبا خانم من همیشه یعنی اینه نه اینکه چیز باشه من اون چیزی که از شما دیدم به منوچهر اما خود منوچهر سوال که دیدی که منوچهر خود سوال ده من یعنی خونهش اینا یعنی بی نهایت من گفتم یه خانم بسیار بسیار مهربان آزاد اونها بسیار خانم اندیشمند از همه نظر خانمی هست که یعنی پرفکت نگم یعنی واقعا نه سیدی از زیبا خانم واقعا اسمت هم هست تمام رفتار کردارت همه سیدم به این اسمت هم میخورم خب آره من زیبا خانم را زیاد چیزم چون زیبا خانم واقعا قلب من بسیار خانم مهربانه هم هست آره باشه آره میتونم ببینی چون با تو خیلی راحت آره من اونجا میبرم ایتی آب و هوا که زرم آره ببینی برات هم بردی اگر دوست بشید آره حتما حتما زیبا خاطر اینکه آدم باشوری هستی ببینی زنده باشوری هستی هم بگم که بیا که چی میگم من هم همینطور از شما زیبا خانم همینه باور کن همه جوره ولی خب دیگه نمیخوام زیاد چیز کنم آره مبالغه بکنم زیاد ولی واقعا حتما تمام بچه ها خود من چون همیشه بارها با خود زیا خود زیا هم همینطور زیا که اصلا که دیگه اصلا میگه اونه اصلا نبایسته زیوا رو نبایستدم به صورت یک خانوم چیز اینا ببین اونه یه دوست یه رفیق حالا زیوا همون تمام خدا و همه که خود بروچه درم گرد آقا زیا نمیدین آقا چون تو الان داری هر روزی که قشنگ توی تلاش فقط شما میچرد به دوزه دلیم زیر نه من علاقات قشنگ هم از هم خیلی خوب من اون جمشیده رو دیدم که اصلا من زیا اصلا به خودم به جمشی اصلا تمامش 24 ساعت خنده رو گرفت گفتی بابا بابا دیدینا چیزی میشه بودی که بابا زیا که من چی خواسته بعدم میره سریع انتفق آها من جریانم به زیبا گفتم یه ما گفتم زیاد چیز نکنم من یه بار با عروسی پاشتی بودم زیبا من اول روز من رو تست کرد نه تست بعدی را که نشسته بود رو برم شما هم این پاچه چیز میگم پا این چیز بود به طرف ما این چیز میگم من حواسم جمع بخواست بیدی که من مثلا چیز کنیم من چه هست چه هست دارم چه خواسته دارم بیاری با پاچه های من نه نه پا منظرم میخواست بیدیم من آدم سبکی هستم، سنگینی هستم یا آدم منظورم سریع تمپرامنت هم چجوریه؟ اگر هم تو میخواستی نگاه بکنی نه نه نگاه نه نگاه فرض کن که تو چشمای قشنگی داشته باشی
نه اون نه نگاه کردن نبود نه نگاه کردن نبود نه نگاه کردن نبود مالیدن بود با هم یعنی به هم نزدیک میکرد خاطر میدونم هست که نیست نمیدونم میخواستی من میخواهم گره تست کنیم اینو من یعنی چه خاصی دارم اینجا اینا نه خیلی من از اونجا که از اونجایی گفتم که خانمی هست که میخواد به یکی صادقانه یعنی رفتار صادقانه پاک و پاکیزه صادق با یکی از مخاطب کنه سریع بدونه که یه نظر خاصی داره یعنی سریع چیز نشه اینجا فکر میکنم اشتباه شاید هم آره گفتم که الان خواهر یعنی بدونه که من یعنی زیبایی یک نفر به عنوان یه دوست یا آدم اونتر حالتونگ یه همکار یا یه دوست یا یک چیزی که با هم قاطی است در چیزها دیگه فقط آدم دیگه و سواسی جمع شد که اینجا نصر من آره منظرم گفتم اینه من خطا جالبه هم از خوبه خیلی هم خوبه که آدم مرداباس اینه بشنست هم از چیز نمیدن که همینطوری یه خانوم اینه سریع یک سریع چیز این دیگه آدم سنگیره نمیتونه باشه آدم سرابیتی من سریع یه خانوم اینه سریع خوش رو گم کنه و اون وقت اینجا سریع برداشت دیگه یه خاصی دیگه داشته باشه من به اینجا فکر نمیتونم نه شما نه اون مردا مثلا یکی بگه خب خانوم بوده دیگه مثلا یکی آه نه اون نه منظرم یعنی اونجا سر مرز یعنی میگم یعنی مرز مشخص میکنه بذار زیبای خود گفتاش بگه میفرمایید به هر حال آدم من هیچ توی رابطه هیچ مشکلی با تو نداشتم نه 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 مشکلی اون نبود کسی هم بودی من از تو خوشم اومده نه به عنوان اینکه حالا بخوام بگم از نظر میدونم خوشم اومده از تو به عنوان برادر بله یکی دوست بله بله آره دوست داشتی میتونی با من منم هم همینطور با برکنسی با خانم رنگی موقع من اونجا که چیز نکردم اینو اونجا یه حساب کتابای دیگه است که ولی من از اون یادگار گل دارم هم من دارم هم به منو چی می‌خواستم میرم یه هفته دیگه می‌خواستم برم یه جای دیگه حتما اونم روانجیرم برات میکنم اینا یه کادو هم بالاخره به طرح زیا و میریم با هم چیزای میگیریم ولی همیشه هم به من بازم زیا چیز میکنه گلده همیشه میگه من میگه اصلا گلده هم چیزا دارم چیزم گذاشته اینجا گل چیزی نه الان بدید برسه نه تمام اصلا یه چیز خوبی برات گفتم نه اینجا به منو چه منو چقدم یه دقیقه مومن گوش زیبا خیلی در نخست که خب ما نمیدونستم از داستان پیش از این چیز تو زنگ بزنی خیلی خیلی من با جمشید تلاش کردیم که اسدم با خودم بیاریم رنزبورگ خب که اسد صدا ضعیف شد نه آها که اسد میگفت نه که دیگه ما رفتیم کجا با هم رفتیم کنار دریاچه میتلر لندویک خب رفتیم میتلر لندویک و وقت برای چیدن سیب یک درخت بیرون از یه خونه بود ما نمیدونستیم که این پریواته من رفتم بالای درخت برای انداختن سیب و جمشید و اسدم برچیدن سیب از روی زمین یه باری یکی اومد گفت این سیب من و این چیزاست و من از سیبا رو چیدم گفتم نه کجاش نوشته این سیب از توست و تو باغ تو هم که نیسته گفت که نه باید سیبار بدین سیبار دیگه ما ندادیم و پلیس اومد منم با اون مرده و با پلیس گفتگو کردم گفتم این جهان از آن راستها نیست و بعدش میگه شما نمیگین خدای ما عیسی مسیح میگه خدا عیسی نگفته که همه با هم فامیلی هستن و یه خورده درگیری پیش اومد بین من و جمشید و اینها با یکم اسد و اینا بعد اومدیم خونه و حالا از تو چه پنهون یکم هم گفت بگو مگو هم سر چیزای پولیتیکی بین اسد و جمشید پیش اومد چون که همونجوری که تو برهنه سخن میگی و همین چیز هم برای من میگی من همین چیز برای تو میگم الان دربسته گفتم و این شد که این اسد همیشه من میخوام بیارمش تو برنامه های تو چون تو که میدونی برنامه زیاد داری دیگه کنسرت هست، عروسی هست، خون دادن هست ولی میگه نه من نمیام حالا این امروز گفت
که با این زیبا میخواسته منو تست بکنه یا پاش میخواسته به مالونه با پای من و از این داستانه گفتم بابا اصلا این داستانه نیست، زیبای زن آزاده هست و برهنه سخن میگه و اتفاقا همین برهنه سخن گفتنی شد. نبرد سختش با سالوسگری خیلی خوبه، خیلی ها در نخست میخوام بیان پیش زیبا باش مثلا سکس بکنم، زیبا میگیم اگرم بخواییم با من سکس بکنین اگر منم خواستم، ولی اگر شما زن داشتید شاید به گوش زنتونم برسه. و اینه که میگن نه نه نه، میگه خب نه پس چوز، درست میگم؟ و امروز هم من فیلم خونه چیز مهمانی بهایی که بابا تو مامانت به منو چهر نشون دادم و همون فیلم خون دادن و اینا، ولی هنوز فیلم کبیر تو اینا رو نشون ندادم برای اینا. و اینه که من به سود اسد میبینم که اگر پیوندش با تو جرفتر بکنه، البته خانه‌ها چون الان پیوند اسد با کاخ آنایتا خیلی جرف شده و تا چون یه پیوند جرفی با کاخ آنایتا داری، ماها دیگه کم کم میشیم یه گروه بسیار استوار که شاید از مرز گروهی هم بگذره بشه یه سازمان، یه جنبش. و الان منوچهرم میدونی که گروه شبدیز رهبری میکنه و افسوس که تو کنسرتش نبودی، کنسرتی که برگزار کرد و اونم داره کار خودش انجام میده دیگه. چه کنسرت زیبا و قشنگ. حالا منوچهر چند تا پرسش داشت از تو. منوچهر بیاد. الو الو، گوش بکنی زیبا، ما خیلی جالب بود، من شنیدم که توی زمینه های روانشناسی اینا کار میکنی، برام خیلی جالب این مسئله. این آره، این آره، این اسد عزیز ما یکی از بچه های واقعا نیک هم بود که فقط یه مقدار شرم و حضور داره. آره یه مقدار از خسمان ما آره این گوش میکنی؟ شما یعنی اینجوری خیلی راحت بگم، اولین خانومی هستی که این تونسته با تو راحت حرف بزنه. دیدی راحت حرفش با تو زد. آره آره زده رو بلنگو کنم بشنوه. اتفاقا خیلی جالب بود، من اینو خواستم بگم که بدونی اولین زنی هستی که این بتونسته باش راحت حرف بزنه و این چقدر عالی شد، چون این براش تابو شده. میگه من طرف هر زنی که میرم اینا اصلا به دل من نمیشینن، با اینا نمیتونم کمیونیکاسیون بکنم، راحت نیستم. و شما خیلی راحت تو با رفتارت و با این روگویی این... اصلا میگه من اصلا انقدر چیز داره که میگه من با هیچ خانومی سر کار نداشتم، اصلا تا تهش رو بخون. من الان بهش گفتم بذار یه شوخی هم بکنم. الان به زروانو گفتم اگر دیدی یه روز اسد از در با یه دختر اومد، تو مطمئن باش که این باکره است. الو آره، یعنی خیالت راحت باشه که این باکره است، چون یکی از دوستشم اسمش رو گذاشته کرمیت بی خطر. آره اینی که آره با تو اولین آره اینم بگم، منم الان خوشحال شدم که حتی این حرفا رو زد، برای اینکه من تو این باغ نبودم، ولی من این حرفای گلان زد که من مثلا اینو تست کردم یا نه، مثلا واقعا هم ما زدم به پایم نمیدونم. خب و اینکه نخورد احساسی که آدم به یک کسی نزدیک میشه اون بود، خوشش میاد، خواست با نتیجه نتیجه نه، به صورت میزنه دست در موقع حرف زدن دست بدنش میزنه، این اوتوماتیک این تمایل آدم رو نشون میده. من الان در آینده آره شو که نه آره آره چقدر این عالیه به خدا شما دوتا یه موقعی مثلا فرض کن هر حتی مرد دیگه آره ببوش شما احساس نگشی به جمشید جمشید چه ببین زیبا اگر حالا اینم که نه ولی از این که به هر حال این حرفاشو زد من اصلا صبور شد، اصلا راحت شد، الان راحت شد. با من ارتباط داشته باشی و آره. از این یمه ناراحت میشم آره. که اگر این مثلا بگه که خب چون زیبا زنه من
ارتباط برقرار کنم. آره آره منم گفتم گفتم زیبا رو اینجوری نبین. آره قبول داره اینو. میگه زیبا آره میگه که زیبا برای من یه شکل دیگه‌ای داره، ولی این به خاطر شرم و حضورش و به خاطر اون پیشینش، یعنی اینجوری باید بگم زیبا تو اسد و تراپی کردی خیلی راحت. همین الان که بهش میگم آره نه منظورم صحبت کردنه. همین که باهات صحبت نمیکرد، این تلفن باعث شد که الان تو رو بیشتر شناخت، اطمینان تو رو بیشتر جلب کرد. حتی من الان بهش گفتم شما یه خورده به من یه خورده چی میگن به من یه خورده معتقده. می منظورم چیه؟ یعنی بین دوستاش به من میگه آره، میگه تو اقلا. گفتم ببین اسد جان، تو وقتی میگی من یکی رو قبول دارم حداقل باش به اعتمادم بکنی. من زیبا رو از فیلماش شناختم، یه جلسه بیشتر ندیدم زیبا رو، درسته یا نه؟ ولی از فیلماش من این زن رو شناختم. این زنیه که نظرش یک انقلاب اجتماعیه، نه رفرم. میخواد تابوها رو، میخواد تمام اون چیزهای بیمارگونه ای رو که در ذهن افراد هست و من شاهدشم، چون منم تو زمین های روانشناسی که میدونم اینا رو چیزی کهنه. آره و این داره این کاری میکنه و تو این بهترین کسیه که میتونی باشه. هیچ راحتم، انقدر راحتم هست میتونست رتبه تو بگی که من میخوام با تو هم بستم. من خیلی آموخته من میخوام با تو حرف بزنم. من میخوام آره در هر حال اینو من خواستم بگم که من خیلی خوشحال شدم این باهات حرف زد و خیلی خوشحال شدم که اعتمادش دوباره جلب شد. الان به جایی رسیدی که من مطمئنم اگر فردا بگم مام داریم میریم پیش زیبا حتی خواهد آمد، چون این چی شکست. من خیلی خوشحال چون اینو الان بابا با من تمرین کن. از مردم مردم میگم از مردم من کنم شما میتونیم با من تمرین کنین. آره خوشحال خودتون رو بریزید. آره تمام این اونگاهی که میخوایید بکنید با من بکنید تا بازنهای دیگه یه دفگردی بشه. فکر کنم بگو باید این را زیان زیاد هم بکنید. ببینید این چقدر تجربه داره، چقدر این حرف ارزش داره، میفهمی یعنی چی؟ خب مثلا فرض کن من به عنوان یه زن یه سری چیزایی رو میفهمم که شاید مردا ندارن. نه بهش بگو زیان میشه منم میشه بگو بزنید. بازن میخوای برخورد کن، نه اینجوری برخورد نکن. اگر اینجوری کردی دوام میشه. بهمان من دارم به شما جاسوس دوگانه هستم. ببین ببین که ایده پندای سنتی ما هست. واسه نه ببین چی میشنوی آقای اسد خان، میشنوی؟ نه واقعیت هم همین دیگه. آرزو بخوام واقعیت هم همینه دیگه. این قید بندا این گفتم چه کهنه ما اصیل این هستیم که این سنت ها ببینن اینم زمان باشه اون وقت از این حالا ما که اینجا خارج از شیفه اینجا هستن، آدم ها که 30 سال 40 سال اینجا هستن هنوز از اون از ایران هم عقب مونده ترن. من دیدم آدم های رو بهت بگم، ما که رفتیم تولد دومین بار که رفتیم تو این چیز در عروسی افغانا، نه اینکه همه قبلا گفته بودن به من که اومدن گفتن که زیبا و سایکون رعایت بکنی یکم فلان اینا، گفتم من و هر کی میخواد دعوت کنه من این هستم، اگه میخواین دعوت نکنید. من نه اون لباسی که خودم دوست دارم میپوشم، اونجوری که خودم هستم رفتار میکنم، اونجوری که خودم دوست دارم رقص میکنم، اونجوری که دوست دارم هر چی 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 چی. اینقدر اینجا با من محترم و امید برخورد کردن، در یه جایی که مثلا همه زن مردا با هم دیگه میرفتیدم فقط مردا بودم، من یه رفت بودم حالا من میخوام با اینا برفتم، چرا باید مردا با مردا برفتم؟ من بلند شدم اینا هیچ اعتراضی نکردن. حتی صاحب عروسی من برگشت گفت من چقدر خوشحالم که شما اومدید تو اینجا فلان فلان فلان. خواستم اینم بگم که به هر حال باز هم ماها حرفای خودمون رو داریم یواش یواش پیش میبریم. میدونی حتی هفته پیش همین دو سه تا زن افغانی با بچه هاشون اومدن رنزبورگ. خب اینه یواش یواش این اول آدم فکر میکنه که برخوردهای منفی میشه، برخوردهای میکنم، ولی بعدا اینا هم به فکر میفتن دیگه. اینو خواستم بگم که نسبت به اون عروسی قبلی که ما رفته بودیم بله مثلا همین که مردان شرقی اینا باعث کشنگ اینه یاد بگیرن. مثلا بچه های کردن مثلا زیا مهمان داشت بیمار اینجا یه موزیکه بود. زیا کی بود؟ آقای پسی. آقای پسی؟ بسی پسی. آره چقدر کشنگ اینجا خوند و صحبت کرد اینا برای از شما بیاندازه مثلا مطرح کرد. آره من الان میخوام برم پیشه یه پس میدم گوشه را به
من پس با آذربایجان هم شما یک کوتاه خداحافظی بکن. منم خداحافظی میکنم از شما. در هر حال خوشحالم. مثل که آذربایجانی یه سوال کوچیکم از شما داره، بعد خداحافظی میکنی. زیبا، ارزیابی تو از جیمی چی بود؟ من هیچ ارزیابی ندارم. نداری؟ پوزیتیوه؟ آها. من خیلی آدم راحتیه. آها، راحتیه. خیلی آدم راحتیه. احساساتش خوب بیان میکنه. حالا ممکنه یه سری چیزایی رو احساس کرد اون لحظه بیان نکرد، ولی تا الان اون چیزی که من الان حس میکنم خیلی پوزیتیوه. یعنی من تو این دو جلسه که دیدمش من خیلی خوش آمدادش. آها. خب درود منم به ینس بفرست. آره. و منم بودم که تلفن جمشید دادم به ینس، ینس زنگ زد و این چیزا. آره. پس ینس هم خوشنود بود از جیمی؟ خرسند بود؟ اینا گفتن که کمیش. کمیش؟ کمیش، آره، گفتن که روزوی رفتار کردید از اومد. آها. یا گفتن که به نظر ما این رفتار این خیلی کمیش بود، اومد یه دفعه این روی رفت. اما ببین چون من الان عجله دارم. باشه من خواستم بگم که پس من روی این دوتا مسافرت رو روی تو رفتم. 100% به که دوباره به من زنگ بزنی؟ فردا یه زنگی بزن. پس زنگ بزنم فردا به آجان. به آجانس زنگ بزن به من. شماره بدم. آره. یا بیا از من بگی به آرمان خودش زنگ بزنی. باشه، کی من بیام؟ فردا بیای. ساعت چند؟ پس فردا ساعت چند؟ شاید با منوچهر و اسد بیا. آره، ساعت 12. 12 میام اصلا. حالا میخوای من یه چیزی بگیریم بیاریم یا خود درست کنم بعدن یه چیزی بدن؟ ها؟ یه نهار با هم میخوریم. باش. اسد میبینی دیگه نزنی زیرش. پس فردا. آره. میای اسد یا نمیای؟ آره. دوازده یک بگو دیگه اگه نمیدونم نمیدونم روزشتشم مثلا تو برد باشه فکراشو بکنه بینه تلاش میکنه بیاریمش. پس ما دوازده مهمون تو هستیم. یا کاش که تو میمیدی اینجا مهمون ما میشدی. نه، من برای اینکه شب دوباره شب باید برم. شما میخوایی یه کاری بکنید همین تو دستتون یه چیزی هرکی بگیرم. باش، ما یه چیزی میگیریم یه میپذیم یا خوراک پخته میاریم یه کاش میکنیم. باش.